با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. فاز نخست توافق تجاری آمریکا و چین و مقابله با فروش اجناس تقلبی در پلتفرم‌های آنلاین. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ماها چانه‌زنی با همتای چینی خود توافق تاریخیش را با شی جین پینگ امضا کرد که به موجب آن تجارت میان کمپانی‌های چینی و آمریکایی سهولت بیشتری پیدا خواهد کرد. این توافق اما حاوی مفاد و بندهای در مورد فروش اجناس تقلبی چینی و مالکیت معنوی است و قصد دارد از انتقال اجباری تکنولوژی جلوگیری کند. با در نظر داشتن آنچه گفته شد، چنین توافقی میتواند پیامدهای بسیار مهمی را برای صنعت تکنولوژی دنیا داشته باشد که بیشتر به خاطر تهدیدهای طرف آمریکایی نسبت به اعمال نفوذ حکومت چین بر شرکت‌های فناوری چین حال و هوای چندان خوبی ندارد. در هر حال چین و آمریکا دیروز توافق کردند که شهروندان هر کدام از آنها میتوانند به صورت آزاد و در حوزه اختیارات طرف دیگر بدون هر گونه فشار یا اجباری از سوی طرف دیگر کار کنند و تکنولوژی خود را به اشخاصی که در طرف مقابل فعالیت میکنند انتقال دهند. به این ترتیب هر گونه نقل و انتقال تکنولوژی یا ارائه مجوز به شهروندان دو کشور باید به صورت کاملا اختیاری و داوطلبانه صورت گیرد. این دو کشور همچنین پذیرفتند که برای دستیابی به تکنولوژی طرف مقابل در حوزه ها و صنایعی که کاربرد چند جانبه دارند به شرکت های داخلی خود فشار نیاورند یا از آنها حمایت نکنند. این بند در واقع به قوانین تازه ای اشاره دارد که پیشتر توسط وزارت خزانه داری آمریکا به تصویب رسید و تلاش دارد نظارت بیشتری روی سرمایه گذاری های خارجی روی شرکت های آمریکایی داشته باشد. علاوه بر اینا چین پذیرفت که یک برنامه عملیاتی برای حفاظت بیشتر از مالکیت معنوی را تضمین نماید که ظرف 30 روز کاری از امضای این توافق به مرحله اجرا در بیاید. فروش 7 میلیون گوشی 5G توسط هواوی در سال 2019. روز گذشته هواوی اعلام کرد که علارغم تلاش های آمریکا برای متوقف ساختن این شرکت و جلوگیری از سلطه آن بر بازار شبکه نسل پنجم در سال 2019 میلادی بالغ بر 6.9 میلیون گوشی 5G را به اقصی نقاط دنیا صادر کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری و به دنبال صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر کنار گذاشته شدن هواوی از شبکه‌های ارتباطی آمریکا، نام هواوی را در فهرست سیاه خود قرار داد. مقامات امنیت ملی آمریکا نگرانند که مبادا هواوی با کمک تجهیزات و محصولات تولیدی خود از شهروندان این کشور برای دولت مرکزی چین جاسوسی کند و هواوی اما همواره این اتهامات را رد کرده است. اما به دنبال قرار گرفتن نام هواوی در فهرست سیاه آمریکا برای مراوده تجاری، این شرکت مجبور شد که از نسخه متن‌باز سیستم عامل اندروید روی گوشی‌های نظیر میت سی استفاده نماید. در آذر ماه نیز این غول تکنولوژی چینی اعلام کرد که بالغ بر 240 میلیون دستگاه موبایل را در سال 2019 میلادی به فروش رسانده است و این شرکت حالا با اختلاف اندک پس از سامسونگ جایگاه دوم تولیدکننده بزرگ موبایل در دنیا را در اختیار دارد. نهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند در مشهد برگزار می‌شود. شهرداری مشهد به عنوان متولی حکمرانی هوشمند در دوره جدید مدیریت شهری شعار و هدف خود را بر روی هوشمندسازی شهر مشهد متمرکز کرده و هر ساله با برگزاری نمایشگاهی با عنوان شهر هوشمند دستاوردهای مدیریت شهری برای هوشمندسازی شهر را در کنار زیست بوم نوآوری شهری به نمایش می‌گذارد و شهروندان را بیشتر با این فضا و خدمات آشنا می‌کند. هشتمین نمایشگاه اختصاصی شهر هوشمند مشهد بعد از چند سال وقفه در دی ماه سال 97 با حضور وزیر جوان فناوری اطلاعات و ارتباطات افتتاح و برگزار شد و توانست نظر متخصصان این حوزه را به خود جلب کند. در این نمایشگاه سعی شد تا به پارامترهای اصلی شهر هوشمند یعنی حکمروایی هوشمند، محیط هوشمند، اقتصاد پایدار، مردم هوشمند، حمل و نقل هوشمند و زندگی هوشمند توجه ویژه‌ای شود. این نمایشگاه که همزمان با 21مین نمایشگاه کامپیوتر مشهد برگزار شد و میزبانی بیش از 60 شرکت استارتاپی نوپا، 10 استارتاپ پیشرو و خدشکن از میان برندهای معتبر کشوری و نیز 9 مجموعه سرمایه‌گذاری شتاب دهنده و مرکز رشد بود، با استقبال خوب علاقمندان مشهدی روبرو شد. همچنین 22 شرکت فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهری نیز در این نمایشگاه حضور داشتند. امسال نیز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد قصد دارد نهمین نمایشگاه شهر هوشمند را با هدف ایجاد فضای تعامل و گفتمانسازی و طرح ایده‌های نو برای هوشمندسازی هرچه بیشتر شهر در تاریخ اول و چهارم بهمن ماه برگزار کند. سال 2019 دومین سال گرم زمین از دهه 1880 میلادی تا کنون بوده است. اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا ناسا و سازمان
سازمان هواشناسی جهانی اعلام کردند که به اطلاعات تازه‌ای دست یافتند که نشان از وخامت یافتن مسئله تغییرات اقلیمی دارد. بر اساس اعلام این سازمان‌ها، سال 2019 دومین سال گرم زمین از دهه 1880 میلادی تا کنون پس از سال 2016 میلادی محسوب می‌شود. اما روند گرمایش زمین کاملاً روشن و واضح است. از دهه 60 میلادی هر دهه نسبت به 10 سال قبلش گرم‌تر شده است و نکته دیگر آنکه 5 سال اخیر گرم‌ترین بازه زمانی 5 ساله از دهه 1880 میلادی تا به امروز محسوب می‌شود.